خیلی این سوال رو میپرسن که آیا افرادی که سیگار میکشن هم میشه براشون ایمپلنت انجام داد یا نه؟ توی این ویدیو در این مورد میخوایم صحبت بکنیم، ببینیم آیا افرادی که سیگار میکشن هم ایمپلنت کردن براشون امکان پذیر هست یا اینکه باید چه ملاحظات خاصی رو در مورد این افراد رعایت کنیم که بتونیم براشون ایمپلنت بذاریم. با یه ویدیوی دیگه با لذت دندان پزشکی همراه باشید. خب خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با کانال لذت دندان پزشکی. با من دکتر افشین کابوسی. خیلی خوشحالم که بازم در خدمت شما دوستان عزیزم هستم. ممنونم از کامنت های پر انرژیتون، از محبتتون که باعث میشه که من دلگرم بشم بکنم و کارم رو توی کانال ادامه بدم. موضوع امروز ما یه موضوع خیلی عمومیه، خیلی تخصصی نیست، اما خب به درد دندان پزشکا هم میخوره، به درد جامعه هم میخوره، به درد همه میخوره. خدا رو شکر راضیم. خیلی خب، بس در مورد ایمپلنت هستش. خب اینکه چه کسایی میتونن ایمپلنت انجام بدن، چه کسایی میشه ایمپلنت انجام بدن، خودش بحث خیلی طولانی هستش. یه مواردی در انجام ایمپلنت بهشون میگن ریسک فاکتور، یعنی اگر این موارد وجود داشته باشن، ریسک اینکه ایمپلنت ما شکست بخوره خیلی بالا میره. خب ریسک فاکتورها زیادن. خب مثلا یه موردش بیماری دیابت یا مرض قند هستش که حتما توی ویدیوی جداگانه در موردش صحبت خواهم کرد. سیگار کشیدن هستش، یا عرض به حضور شما ابتلا به بیماری های پریودونتال یا بیماری های لثه هستش که اینها خودشون مخربن و حتما باید درمان بشن قبل از انجام ایمپلنت. بهداشت دهان هستش که خیلی باید بهداشت دهان خوب باشه برای کسی که میخواد ایمپلنت انجام بده، بالاخره یه زخم داره تو این ناحیه ایجاد میشه و حتما باید بهداشت خوبی داشته باشه. عدم وجود دندون های پوسیده، دندون های ریشه های باقی مونده، اینا حتما باید قبل از انجام ایمپلنت حذف بشن، وگرنه احتمال خطا و شکستن ایمپلنت رو بالا میبرن. و خلاصه یه سری عوامل اینجوری. به اینا میگن ریسک فاکتور. سیگار کشیدن هم یه جور ریسک فاکتور. حالا ریسک فاکتور یعنی چی؟ ببین بخوام یه مثال ساده بهتون بزنم مثلا در مورد ریسک فاکتور که خیلی هم ملموس باشه. به عنوان مثال میگن خب همین سیگار کشیدن، همین رو مثال بزنیم، یکی از ریسک های در واقع ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در افراد هستش. میگن یکی از ریسک فاکتور هست. خب ببینید، این که این سیگار کشیدن ریسک فاکتور محسوب میشه برای یه فردی که به بیماری قلبی مبتلا بشه، این یه چیز 100% نیست. یعنی خب توی جامعه ممکنه شما آدمایی رو دیده باشین که مثلا نزدیک به 100 سال هم عمر کردن، خیلی هم سرپاست و طرف سیگار هم کشیده همیشه. آدم هم میبینی ورزشکار جوان تو سن 24-5 سالگی سیگار هم نمیکشیده، قلیون هم نمیکشیده، یه دفعه شب میخوابه دچار حمله قلبی میشه و از دنیا میره. نمونش هم مهدی نوروزی، کاپیتان فقید تیم پرسپولیس بود که بالاخره یه ورزشکار حرفه‌ای بودن ایشون و از دنیا رفتن، سیگاری هم نبودن. خب بنابراین ریسک فاکتور یه چیز 100% نیست. بحث اینجاست که دیده شده در بیشتر جامعه که مطالعه کردن، کسایی که سیگار میکشن نسبت به کسایی که سیگار نمیشن بیشتر احتمال داره به بیماری های قلبی عروقی دوچار بشن، به همین دلیل بهش میگن ریسک فاکتور. توی ایمپلنت هم همینطوره. اینجوری نیستش که مثلا ما بگیم کسی که سیگار میکشه 100% دیگه نباید ایمپلنت انجام بده. اینو بهش میگن کنتراندیکاسیون، یعنی اصلا نباید انجام بدیم براش نخه. در مورد سیگار کشیدن اینجوری نیست. ما میتونیم برای فردی هم که سیگار میکشه ایمپلنت انجام بدیم، اما یه مواردی رو در موردش باید حتما رعایت بکنیم و مد نظر قرار بدیم. مقالاتی که اومدن در این زمینه صحبت کردن، بحث کردن و پژوهش کردن، اغلبشون اعتقاد دارن که اگر کسی قرار هستش که ایمپلنت براش انجام بدیم و سیگار میکشه، اگر میزان سیگار کشیدن این آدم در روز از 10 نخ کمتر هستش، میشه براش ایمپلنت رو انجام داد. اما اگر این تعداد سیگارهایی که میکشه از 10 نخ بیشتر هستش در روز، به طرز معنادار ریسک پس زدن ایمپلنت رو بالا میبره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ سیگار کشیدن از 2 طریق میتونه ایمپلنت ما رو تهدید بکنه. اول اینکه خود دود سیگار حاوی در واقع مونوکسید کربونه و این مونوکسید کربن در داخل خون با هموگلوبین باند تشکیل میده، باند برگشت ناپذیر رو تشکیل میده و باعث میشه در کل خون رسانی بدن کاهش پیدا بکنه، میزان اکسیژن موجود در خون کاهش پیدا بکنه. خب ایمپلنت یه پیوند عضوه. ما وقتی که ایمپلنت انجام میدیم خیلی نیاز داریم که اکسیژن توی محیط وجود داشته باشه، خون به خوبی توی
ناحیه اکسیژن رو منتقل بکنه تا ترمیم بافت اتفاق بیفته. و اگه این اکسیژن رسانی به بافت دچار اختلال بشه، خب ایمپلنت ما احتمالی که پس بزنه خیلی زیاد میشه. مورد دوم هم اینه که در واقع نیکوتینی که در داخل سیگار هست خودش یه وازو کانستریکتور، یعنی تنگ کننده عروقی محسوب میشه. بنابراین عروق ناحیه تنگ میشه. خب وقتی که عروق تنگ بشن، یعنی دوباره همون اکسیژن رسانی به بافت و خون رسانی به محل جراحی ما کاهش پیدا میکنه. خب پس از این دو طریق سیگار کشیدن میتونه ایمپلنت ما رو تهدید بکنه. بنابراین به عنوان یه چیزی که شاید خیلی از مقالات روش تاکید دارن، میگن که زیر 10 نخ در روز اوکی هستش، اگه برسونیم زیر 5 نخ چه بهتر، میتونیم براشون ایمپلنت انجام بدیم و بالاتر از 10 نخ خیلی ریسک رو بالا میبره. در کل بعضی مقالات هم اومدن این موضوع رو صحبت کردن که حتی شما یک نخ سیگار کشیدن هم میتونه ریسک زا باشه برای ایمپلنت. بنابراین شما کسی که سیگاری هستش و داری براش ایمپلنت انجام میدی، حتما ما باید بهش بگیم که آقا خانم، این کاری که داری میکنی ریسک در واقع شکست ایمپلنت رو داره بالا میبره و اون فرد باید خودش آگاه باشه به این موضوع. و ما در عنوان دندانپزشک مسئولیم که این موضوع رو بهشون بگیم که سیگار کشیدن براشون ضرر داره. و اصلا جدا از بحث ایمپلنت، خب برای کل بدن ضرر داره، یه کار آسیب رسان هستش و بهتره که ما کمک کنیم، انگیزه ای رو ایجاد بکنیم در فرد که به بهانه ایمپلنت کردن هم که شده در واقع بره و سیگار کشیدن رو ترکش بکنه. پیشنهاد میشه برای کسی که قرار هستش ایمپلنت انجام بده، از 2 هفته قبل از جراحی ایمپلنت سیگار کشیدن رو قطع بکنه و تا 2 ماه بعد از در واقع انجام جراحی ایمپلنت این پروسه رو متوقفش بکنه، سیگار نکشه، یا اینکه به زیر 5 نخ در روز کاهشش بده تا زمانی که اون اوسنتیگریشن اصطلاحاً انجام بشه و ایمپلنت ما محکم بشه. خب همه اینا هم که گفتم در مورد یه ایمپلنت ساده هستش. یعنی اگر خب حالا جراحی ایمپلنت یه جراحی حالا پیچیده‌تر نیاز داشته باشه، مثلا ما سینوس لیفت هم بخوایم انجام بدیم یا اگمنتاسیون ها یا در واقع پیوند استخوان هم بخوایم در کنار این جراحی ایمپلنت انجام بدیم، خب باز هم اینم خودش ریسک در واقع اون پس زدن پیوند و مشکلات بعدیش رو بالا میبره. بنابراین هر چقدر جراحی ایمپلنت ما پیچیده تر باشه، خیلی باید سختگیرانه تر با موضوع سیگار باش مواجه بشیم. شاید یه سوال دیگه هم که پیش بیاد، بگیم خب این در مورد سیگار بود، حالا مثلا در مورد قلیون یا مثلا در مورد مثلا ویپ ها و پاد ها و نمیدونم سیگار الکترونیکی و اینا چطوری میشه ماجراشون؟ هیچ فرقی نمیکنه، بی خود خودتون گول نزنین، همش مواردی هستن که فرقی با سیگار نمیکنه، میتونه بدتر از سیگار هم باشه، ولی چه پیپ باشه چه هر چی که باشه، بالاخره این آثار خودش، بالاخره نیکوتینی که در داخلش هست اثر وازو کانستریکتوری خودش رو میذاره، مونوکسید کربونی که وجود داره در واقع اکسیژن خون رو کاهش میده. بنابراین تمام اینها یه حکم دارن، اصلا فرقی نمیکنه. خیلی خب دوستان، امیدوارم که با این ویدیو به جواب سوالتون در این زمینه رسیده باشین و من در نهایت پیشنهاد میکنم کسانی که کاندید انجام ایمپلنت هستن حتما سعی بکنم به این بهانه هم که شده یه بنیاد خیری تو زندگی خودشون بذارن و سیگار رو ترک بکنن، بذارن کنار و برای همیشه از شرش خلاص بشن و ایمپلنت موفقی هم امید خدا داشته باشم. خیلی خوشحال شدم که با این ویدیو با من همراه بودید. باز هم اگه سوالی چیزی دارید به من بگید. توی ویدیوهای دیگه در مورد ریسک فاکتورهای دیگه ایمپلنت هم قطعا صحبت خواهم کرد، در مورد دیابت صحبت خواهم کرد و موارد مشابه. تا ویدیوهای دیگه و برنامه دیگه که با هم دیگه دیدار خواهیم داشت، همتون رو به خدا میسپارم. شاد و موفق باشید.